اجازه بدین دوستمون جمشید ادهمی هم از انگلستان با ما در تماس هستن، ایشون رو هم بشنویم. با سلام به شما، بفرمایید. با سلام به شما جناب کلانی و با درود به برادر محسن رضایی، سمبل خانواده رضایی های شهید که تعدادشون زمان شاه به شهادت رسیدن و تعدادشون در زمان خمینی، و با سلام و درود به استاد عزیزمون جناب دکتر سمران زاهدی، سلام به شما، که تمام علم و دانش خودش و تمام زندگیشو وقف آزادی مردم ایران کرده. واقعا ما چقدر دارا هستیم و این دارایی ماست که دشمنو میلرزونه. همونجوری که آقای رضایی گفتن، رئیسی بترس، پدرتو در میاریم، افشاد کردیم 100 برابر بیشتر افشاد میکنیم. عدو شبم سبب خیر اگر خدا خواهد. حالا تو قصد کن بیا ژنو، ببین اون دفعه میخواستی بیای انگلیس، بری اسکاتلند، روزنامه اصلی دیلی میل تو صفحه اولش زد قصاب ایران باید دستگیر شود. یعنی لقب قصاب و جنایتکار به تو دادن رئیسی جلاد. حالا این دفعه میخوای بیای ژنو، ببین دنیا چه لقب هایی به تو خواهد داد. در اسکاتلند که پرونده آماده بود برای دستگیری تو، حتما در ژنو هم 10 برابر اون پرونده آماده است. به زودی دستگیر خواهی شد و در مجامع بین المللی، در دادگاه بین المللی محکوم خواهی شد. در جنایت و سبوئیت و بیسوادی و نمیدونم تمام صفات منحوس در تو هیچ شکی نیست. چه مردم ایران، حتی دوستانت روحانیون عزیز و تمام مردم دنیا همه میدونن تو چه جرثومه ای هستی. ولی این سیاست مماشات و کنار اومدن با جلاد و قاتل یک لکه ننگی میشه برای سازمان ملل. خب سازمان ملل معمولا پرونده خوبی نداره. همین میگن سازمان ملل کاری نمیکنه که حق میزنه. حداقل پرونده بد نداشته باشه. خب به قول این دوستمون میگفت رئیس جلاد رو راه دادید بیاد نیویورک، گفتید خب رئیس جمهورهای همه دنیا میان، ما نمیتونیم جلوی اینو بگیریم. اوکی، ولی این چیه دیگه؟ آقا کسی که خودش نزدیک به 10 میلیون نفر از بهترین مردم ایران رو مجبور کرده از ایران فرار کنن و پناهنده بشن تو سر تا سر دنیا، در 5 قاره دنیا، حالا ایشون میخواد بیاد راجع به پناهندگان در سازمان ملل صحبت کنه؟ واقعا شرم بر شما باد. واقعا من نمیدونم با چه روی شما میخواید برید صحبت های اینو گوش کنید. نمیدونم واقعا چجوری میخواید برید با این جلاد دست بدید. به زودی این رژیم سرنگون خواهد شد و این لکه های نن در دامن سازمان ملل پاک نخواهد شد. اینو شما بدونید و امیدوارم که ما بتونیم رئیسی رو دستگیرش کنیم و همونجا تو سوئیس نگرش داریم. البته خودش هم از خدا میخواد که پناهنده بشه اونجا بمونه، ولی این باید به سزای اعمالش برسه. سال 67 یکی از بهترین دوستای ما، فامیل ما، جعفر حریری بدون هیچ گناهی بعد از 6 سال زندانی اعدام شد. اون تنها پسر خانواده بود. خون اون هنوز تازه است و باید تقاص خون اون پس گرفته بشه. با تشکر از اینکه این وقت رو من دادید، موفق و پیروز باشید. ما هم در صحنه حاضریم. حاضر، حاضر، حاضر. درود بر جمشید عزیز، بسیار ممنون از تماستون و نکاتی که مطرح کردین. ممنونیم از
حضورتون در برنامه امروز برادر حبیب بفرمایید نگه نکاتی از جمشید عزیز همچنین برادرمون هوشنگ تشکر میکنیم به خاطر نکاتی که گفتن همونطور که گفتن خامنه ای در دوران پایانی عمر حکومتش مجبور شده که چنین جنایتکاری رو به عنوان رئیس جمهور انتخاب کنه برای اینکه اون دستگاه جنایتش رو کامل کنه در رأس حکومتش چون من همونطور که میدونید که کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت در زمینه جنایات رئیسی کتاب بیرون داد که این کتاب چاپ شده و توی این کتاب همین نکاتی که برادرمون سنا توضیح دادن که چگونگی این که از هرم قدرت بالا اومده و وجوه مختلف جنایات این رو توش نوشتن توی صفحه 31ش نوشته که البته این قسمت فارسیش که این ابراهیم رئیسی در لیست های سیاه مختلف بوده در اسفند سال 1189 در فهرست 80 مقام رژیم تحریم شده توسط اتحادیه اروپا بوده در سال 98 هم به عنوان در لیست تحریم وزارت خزانه داری آمریکا بوده یعنی از نظر سیاسی صرف به نفع رژیم نبود که یک چهره منفور دلیل اینم که توی لیست خزانه داری گذاشته بودن اینه که عضو هیئت مرگ بوده یعنی بلا سیاسی منافع این نبود که بیاد یه چنین چهره منفوری رو از نظر بین المللی بعد از اینکه قتل عام انقدر افشا شده بود این رو چیکار بکنه رئیس جمهور بکنه الا اینکه در ترس از سرنگونی این کارو کرده که اومده چنین چهره جنایتکاری رو گشته چون واقعا نکات تکان دهنده اعدام و کشتار و اینا میگه که خطاب رؤسای پلیس رو داره توجیه میکنه میگه حکم قطع دست از افتخارات ماست یعنی همونطور که برادرمون سنا گفت واقعا خمینی یک چیزی از جنس خودش در درجه سبوعیت میخواسته که اینو نیری رو انتخاب کرده تازه این از نیری هم پیشی گرفته ظاهرن در امر جنایت بنابراین همونطور که برادرمون هم گفتن ما این پروژه رو سرش خراب میکنیم به قول خانم رجوی الان تو همین جلسه ای که در هلند بود داشتن میگفتن که دولت های غربی در مقابل این رژیم با این همه صفاکی و شقاوت مماشات در پیش گرفتن اما مقاومت ایران برای احیای حقوق بشر سنگسار شده ایران جنبش دادخواهی قتل عام شدگان و تمامی شهیدان خلق رو پیش میبره که این بخشی از نبرد ما برای سرنگونیه و ما حتما روز چهارشنبه که قراره البته اگر نترسه با این دو جین پاسدارایی که همشون تروریستن عضو نیروی قدسن و حکم دستگیریشون باید صادر بشه چه به دلیل تروریسم خارجی چه به دلیل جنایات خارج اگر حاضر بشه ما سعی میکنیم این پروژه رو سر رژیم خراب بکنیم بسیار ممنونم برادر حبیب با توجه به اینکه وقت کمی داریم سوالات زیادی البته هست من چند سوال دیگه هم مطرح خواهم کرد اجازه بدین که دیگر از دوستانی که همراه ما هستن رو بشنویم نکاتشون رو دوستمون هادی مظفری از هلند همراه ما هستن با سلام به شما بفرمایید سلام هستم خدمت شما آقای مسعود کلانی و همچنین میهمانان گرامیتون برادر عبید و برادر سنابر درود میفرستم به هموطنان عزیزم بینندگان سیمای آزادی بویژه در ایران و کانونهای قهرمان شورشی ببینید بیوگرافی هر فرد شناسنامه واقعی اون هست کوتاه و مختصر تحصیلات شش ابتدایی
همپالگیاش توی مدرسه حقانی علی فلاحیان معلوم الحال، روح الله حسینیان، پور محمدی جنایتکار. اسم و رسم ننگالودش رو هم از ریختن خون آزادی خواهان سرزمین ما و صدور احکام فلعی اعدام و بعدش هم قتل عام از سال 58-59 تا همین امروز به دست آورده. چرا خامنه‌ای اینو گذاشته رئیس جمهور خودش؟ دلیلش نه سواد هست، نه شعور سیاسی و اجتماعی و نه یک ذره درک از اقتصاد، بلکه مجموع جنایتایی است که از 19-20 سالگی در حق ملت ایران تا امروز مرتکب شده. همونطور که توضیحات کاملش رو آقای زاهدی دادن و دیگه به خاطر کمبود وقت من بهشون اشاره نمی کنم. خب اصلا عجیب نیست که این شخص با این مشخصات که فقط جز کوچکی از اون عنوان شده و خیلی بیشتر از اینها از همه اطلاع دارن، رئیس جمهور خامنه‌ای باشه. این اصلا عجیب نیست. اما عجیب اینه، چیزی که جای شگفتی داره اینه که این موجود که خودش یکی از عوامل سرکوب اعدام و فرار و مهاجرت میلیون ها هموطنان ما از ایران به خاطر جنایتاش هست، دعوت میشه به ژنو برای شرکت در اجلاس مجمع جهانی پناهندگان. و این طنز تلخ در حالی داره اتفاق میفته که همین حالا به اندازه مدرک و شواهد کافی بر علیهش وجود داره که میشه قیاباً حکم جلبش رو صادر کرد. خب آیا اینا که این رو دعوت میکنن و مدعی حقوق بشر هم هستن، نمیدونن این از عوامل هیئت مرگ در سال 67 است؟ آیا از سوابقش به عنوان دادستان و رئیس قوه سرتاپا جنایت قضایی بی اطلاع هن؟ آیا نمیدونن سال گذشته دست کم 750 نفر کودک، نوجوان، پیر و جوان ایرانی به جرم حق خواهی و آزادی خواهی در کشوری قتل عام شدن که این رئیس جمهورش بوده؟ آیا از آمار اعدام ماهای اخیر بی اطلاع هستن؟ آیا نمیدونن که دعوت از چنین عنصر جنایتکاری آبرو و اعتبار تمام دستگاه‌های عریض و طویل حقوق بشری و آزادی خواهی رو که مدعی اونا هستن این زیر سوال میبره؟ متاسفانه پاسخ تلخه. چرا؟ همه اینها رو میدونن. ما در وضعیت حقوق بشر در سطح جهانی با یک دوگانگی وحشتناک روبرو هستیم. امروز در آلمان سراسر جهان هنوز دارن بازماندگان دوران سیاه نازی‌ها رو دستگیر میکنن. سن اینا بین 90 تا 100 سال هست، حتی بالاتر از 100 سال هم گرفتن. تحویلشون میدن به قانون و عدالت. جرمشون چیه؟ اکثر نگهبانی از اردوگاه مرد، نه در شکنجه دست داشتن، نه در اعدام دخیل بودن، عضو موثری هم در قتل عام نبودن. خب ببینید، در حالی که در همین اروپا یک پیرزن 96-7 ساله رو 77 سال پس از جنگ جهانی دوم به این جرم که منشه یکی از اردوگاه های مرگ بوده میگیرن، محاکمه میکنن، حکم زندان برای صادر میکنن، چرا جلادی مثل رئیسی که جز ننگ و جنایت چیزی دیگه ای نیست، مهر قتل عام 67 بر پیشونیش هست رو دعوت میکنن به اجلاس جهانی در ژنو؟ این دوگانگی و این یک بام و دو هوای این مدعیان حقوق بشر و دموکراسی از کجا سرچشمه میگیره؟ پاسخ روشنه، همونطور که بعضی از دوستان هم اشاره کردن، دقیقا از دل همون سیاست کثیف مماشات بیرون میاد که امروز عامل اصلی درد و رنج و آوارگی بیش از 80 میلیون ایرانی است. وظیفه مایی که در خارج کشور هستیم بسیار سنگین و حیاتیه. باید تمام تلاش و کوشش خودمون رو به کار بگیریم تا بساط مماشات و زد و بندهای این پنهانی رو به هم بزنیم. البته با اشرفی ها، کانون های شورشی در داخل و اشرف نشان ها میتوان و باید و حتما موفق خواهیم شد. تروریسم خارج از کشور، ماجراجوهای اتمی، جنگ افروزی های این رژیم که خطر بزرگی برای شعله برکردن جنگ در سطح جهان هست، هم از عواملی هستند که غرب اندک اندک داره چشماش رو روش باز میکنه و نمیتونه چشماش رو ببنده. آینده روشن خواهد بود به شرطی که ما هم بتونیم وظیفه خودمون انجام بدیم. با تشکر از فرصتی که به من دادید. درود بر شما دوست عزیزمون آقای مظفری از هلند. نکاتی رو مطرح کردیم که من در سوالی که اماکنون از آقای سنابرق زاهدی میپرسم بهش میپردازیم، موضوعی که دوستان دیگه هم بهش اشاره کردن. آقای دکتر سنابرق زاهدی،
مسئله دستگیری جنایتکاران یک مسئله پذیرفته شده است در سطح بین المللی. پینوشه کسی یادش نیست، یادش نرفته در انگلستان از کشورش سفر کرد، دستگیرش کردن به خاطر جنایاتش. اینطور که دوستان ما میگن بر بحث مطرح میکنن، آیا امکان دستگیری رئیسی در سوئیس هست؟ بله، عرض شود خدمت شما که اگر اجازه بدین من یک دوست جمله در مورد صحبتهایی که این برادر عزیزمون گفت بگم. بله، خواهش میکنم. این که گفت که همه میدونن، دقیقا همه میدونن این حرف درسته. برای اینکه این حرف رو خیلی مستند بکنیم، نقش رئیسی در قتل عام، خب هم شاهدان قتل عام گفتن در جاهای مختلف، در کتابها، در جلوی دادگاه، همه جا ثبت شده. ولی علاوه بر اون ارگانهای بین المللی از جمله عفو بین الملل در گزارش مفصلی که در دسامبر 2018 دی ماه 97 در رابطه با قتل عام در 30 سالگرد قتل عام داد، که گزارش بسیار مشروع و دقیقی هست، در این گزارش نقش ویژه ابراهیم رئیسی رو بهش تاکید کرده. علاوه بر اون عفو بین الملل موقعی که آقای رضایی هم گفتن موقعی که میخواست رئیس جمهور بشه، دبیرکل عفو بین الملل اطلاع بیانیه داد علیه ابراهیم رئیسی. بنابراین این حرف درسته که همه میدونن، ولی یه جمله در پایان حرفاش برادرمون آقای مظفری گفت که به نظرم جمله بسیار گویایی بود، گفت که اگر ما به وظایف خودمون قیام بکنیم این اتفاق میفته. این حرف دقیقه دقیقه به نظرم این، اگر بخوایم ما بگیم که چه رهنمونی میگیریم، این همه یه حرفه. برای اینکه همونجور که جمله معروف شهید بزرگ حقوق بشر دکتر کاظم رجوی بود که گفت ما حقوق بشر رو با خون خودمون مینویسیم، بله ما هم در واقع با تراش خودمون، با رنج و رزم خودمون میتونیم حقوق بشر رو به ثبت بدیم. و دیگه لازم نیست خیلی هم به تاریخ بپردازیم، بالاخره همین قتل عامی که رژیم انجام داد در سال 67 سالیان سال به صورت یک راز سر به مهر باقی مونده بود و رژیم روش به عنوان به اصطلاح مرز سرخ کرده بود برای همه دستگاه‌های خودش که کلمه از اون نگن، و اگر کسی کلمه‌ای میگفت در واقع جرم مرتکب شده رو دستگیر میکردن و مجازات میکردن. اما به یمن تلاش‌های مقاومت ایران طی این سالیان و به طور مشخص از کارزار دادخواهی که از سال 95 به بعد خانم رجوی به اصطلاح فراخوان اون رو دادن و خودشون به طور مشخص دنبال کردن و کارهای عظیمی که طی این سالیان صورت گرفت، الان قتل عام تبدیل شده به یک مسئله بین‌المللی و جهانی. و همونجوری که گفتم بالاخره عفو بین‌الملل هم که در واقع متولی مقوله اعدام در جهانه، 3 سال بعد از اون گزارش خودشو در مورد قتل عام، گزارش کامل خودشو داد. بنابراین همه چیز در واقع در اگر بخوایم که بگیم که چه کار میشه کرد، اون کاری میشه کرد که خودمون بکنیم. این حرف به نظرم حرف بسیار مهمی بود که این برادر عزیزمون گفت. اما در پاسخ به سوال مشخص شما، یک مکانیزمی در کشور سوئد، در کشور سوئیس هست که در واقع در کشور دیگه نیست، و اون مکانیزم این هست که قتل عام، در این که قتل عام به لحاظ حقوقی چه چیزی است و چه جنایتی تلقی میشه، این بحث زیادی بوده و طی این سالیان بالاخره سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی مثل عفو بین‌الملل، مثل جامعه حقوق بشر، جامعه بین‌المللی حقوق بشر و بقیه ارگان‌های بین‌المللی به تدریج به این نتیجه رسیدن که اون چه در سال 67 اتفاق افتاده در توصیف حقوقی باید اون رو جنایت علیه بشریت توصیف کرد. اما بعد از اون وقتی که بیشتر در واقع اسرار مگوی این به تدریج کشف شد و ابعاد جدیدی از اون روشن شد، تمایل حقوقدانان به تدریج به این سمت گرایش پیدا کرد که جنایتی که در سال 67 اتفاق افتاده فراتر از یک جنایت علیه بشریت در مفهوم حقوقی کلمه، بلکه بیشتر میشه اون رو به عنوان نسل کشی، جنوساید یا جنوسید اون رو توصیف کرد. حالا وقتی که در این چارچوب، در چارچوب جنایت علیه بشریت و جنوسید این رو توصیف بکنیم، یک تفاوتی وجود داره بین قوانین سوئد و قوانین کشورهای دیگه. در کشورهای دیگه، در واقع در کشورهای دیگه اروپایی و کشورهایی که تو اونها صلاحیت‌های جهانی در واقع اعمال میشه، مثل سوئد، مثل فرانسه، مثل انگلیس، مثل آلمان و کشورهای اسپانیا و کشورهای دیگه، بلژیک، اینها در واقع به این ترتیب هست که
برای اطلاق نسل کشی و برای امکان تعقیب نسل کشی در این کشورها باید به اصطلاح یک توصیف مشخصی وجود داشته باشه، که اون توصیف مشخص این هست که اون جریانی که در واقع نسل کشی در رابطه با اون صورت گرفته یا موضوع نسل کشی قرار گرفته باید یا یک ملیت باشه، یا باید یک نژاد باشه، یا باید یک مذهب باشه، یا باید یک قوم باشه. یعنی این چهارتاست. این در واقع در معاهده مبارزه با نسل‌کشی، معاهده بین‌المللی که وجود داره هست، همچنین در اساسنامه دادگاه جنایی بین‌المللی هم با همین ویژگی‌ها که من گفتم توصیف شده. در کشور سوئیس این یک مقدار متفاوته. یعنی در کشور سوئیس بر اساس قوانین سوئیس علاوه بر از بین بردن بخشی تمامیت یا بخشی از یک قوم، یک ملت، یک نژاد یا یک مذهب، علاوه بر اینها از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه سیاسی هم نسل‌کشی تلقی میشه و این ویژگی خاص دادگاه کشور سوئیس. من نمیشناسم که کشور دیگه‌ای به این ترتیب پذیرفته باشه. تمایلی در واقع در فرانسه هم برای این وجود داشته که البته به این دقت هنوز ماتریالیزه نشده، ماده نشده هنوز. به هر حال در سوئیس این هست. پس بنابراین با توجه به اینکه قتل عام با قصد از بین بردن تمام یا بخشی از سازمان مجاهدین خلق ایران صورت گرفته که در این تردیدی نیست، اسناد و مدارک و شواهد و شهادت ها بر این گواهی میده، پس بنابراین بر اساس قوانین سوئیس می شود کسی رو که در قتل عام شرکت داشته به عنوان جنوسید، به عنوان نسل‌کشی تحت تعقیب قرار داد. و اگر یادمون باشه پرونده ترور دکتر کاظم رجوی که چند سال پیش در واقع در سال 1900 در سال 2020 در واقع به نوعی داشت بسته می شد، چون 30 سال ازش گذشته بود و بعد از 30 سال مشمول مرور زمان می شد، ما در واقع وارد این کیس شدیم و توسط وکلامون اثبات کردیم که ترور دکتر کاظم رجوی ادامه قتل عام زندانیان سیاسیه و بنابراین باید در چارچوب جنایت علیه بشریت و در چارچوب نسل کشی اون رو مورد تحقیق قرار بدیم و دادگاه فدرال سوئیس این رو پذیرفت. با پذیرش این تئوری حقوقی یا این به اصطلاح این استدلال حقوقی پرونده دکتر کاظم مجددا احیا شد و برای تحقیق مجدد به این بار به دادستانی فدرال سوئیس ارجاع شد که الان در واقع در حال تحقیقات هستند. پس بنابراین ما میتونیم ابراهیم رئیسی رو به عنوان کسی که در نسل کشی دست داشته، چون نسل کشی متفاوت هست و بقیه جرائم بین المللی، به عنوان کسی که در نسل کشی در دست داشته بخواهیم از سیستم قضایی سوئیس، و این کار رو خواهیم کرد و باید بکنیم، که بگیم باید ابراهیم رئیسی به عنوان کسی که در نسل کشی دست داشته مورد تعقیب قرار بگیره و دستگاه قضایی سوئیس از پیش پذیرفته، به نوعی پذیرفته که قتل عام نسل‌کشی هست، برای اینکه در یک پرونده دیگه این رو در واقع اعمال کرده. بنابراین من میتونم بگم که راه برای تعقیب ابراهیم رئیسی در چارچوب قضایی سوئیس و در کشور سوئیس باز هست. امیدوارم که بشه این رو در واقع در عمل هم به کار گرفت. بله، بسیار ممنونم آقای زاهدی. اجازه بدین ما کلیپی داریم از اظهارات خود رئیسی جلاد که به کشتار و اعدام هرچه بیشتر اعتراف میکنه و روی اون تاکید میکنه. این کلیپ رو ببینیم، بعد دوستان دیگری که با ما در تماس هستن رو میشنویم. نکته دوم آن است که نسبت به کسانی که این مرتکب این جرم شدن و دستگیر شدن، اینها شدیدترین قرار نسبت بهشون که قرار بازداشت باشه صادر شده در دادسرا. در دادگاه هم تفهیم اتهامی که به این مجرمین شده و بعد از این مواردی که داره میشه به عنوان اخلال در امنیت هست. اخلال در امنیت که مجازاتش مجازات خاصی است که در قانون تعیین شده و جرمی که دیروز به طور خاص انجام شد ما به نظرمون یک ویژگی خاص دارد، اون این که مصداق سلب امنیت مردم، اون هم با سنگ و چوب و قمه حمله به عزاداران
که این مصداق محاربه هم میتواند باشد، مصداق اون چی که در قانون مجازات اسلامی اومده. صراحت بله عرض میکنم، مصداق قانون مجازات اسلامی ماده 183 به بعد که تا ماده 190-191 در ارتباط با موضوع محاربه است، محاربه که از ماده حرب در واقع، محاربه عنوان فقهی است به کسی میگویند که اون کس در مقابل خدا و رسول خدا و حکم خدا و رسول خدا بایستد و در واقع جنگ با خدا و رسول خدا داشته باشه، جنگ با نظام اسلامی که این نظام مبتنی بر احکام و باید و نبایدهای دینی است. یعنی کسی که در مقابل نظام اسلامی بایستد و در واقع به تعبیر ما شمشیر بکشد، کسی به که سلب امنیت عمومی بکند، امنیت عمومی رو مختل بکنه. البته اونجا بحث آن است که طرف باید سلاح داشته باشه، من شاهر سیفی لخافت الناس در واقع مسلحانه باشه. در سلاح هم در قانون داریم هم در فقه داریم که سلاح فقط شمشیر نیست، فقط اسلحه گرم نیست، نه سلاح سرد هم میتونه باشه، یعنی گاهی قمه است، گاهی چاقویه، گاهی در لسان فقها هم هست، گاهی چوبه، گاهی سنگه، یعنی با یک در واقع وسیله که اون وسیله شما نمونه هاشو در روز عاشورا دیدید که بعضی از افراد با سنگ، با چوب، با قمه، با شمشیر، با نمیدونم اینها حمله کردن به مردم. پس محاربه عنوانی است برای کسی که سلب امنیت عمومی بکند و مردم رو بترساند بیاد تو صف آزادانه. اون چی که اتفاق افتاد در روز عاشورا اینها میتونه مصادیق محاربه باشه، به عنوان محاربه داشته باشه. منتهاش محاربه گاهی یک سازمانه، یک سازمان میشه سازمان محارب، مثل سازمان منافقین. در جریان سازمان منافقین، سازمان منافقین هر کس به هر نحوی تحت هر شرایطی به سازمان منافقین کمک کنه، این عنوان، چون جریان سازمانی یافته است، عنوان محاربه داره. بله، اظهارات خود رئیسیه که حکم اعدام و قتل عام میده با این سخنانش. ازده من یه جمله کوچیک در مورد این سخنانش بگم. این سخنانی خودش هم میگه دیروز، این دیروز یعنی روز بعد از عاشوراست، بعد از روز عاشورای سال 68 قیام عاشورا که بزرگترین قیام بوده که در واقع تا این سالیان به لحاظ میلیون ها نفر از مردم ایران تو خیابون بودن توی تهران. و این میگه که اینجا داره میگه ماده 183 به بعد قانون مجازات اسلامی، که اون زمان این ماده گفته بود که کسی که به اصطلاح موضوع این ماده هست به یکی از این چهار مجازات به اصطلاح محکوم میشه، به صلیب کشیدن، کشتن، دست راست و پای چپ رو قطع کردن و یکم نفی بلد. این چهار تا مجازات رو تو اون قانون چیز کرده، گفتیم به اختیار قاضی این کار بکنه. بنابراین حالا این تازه در مورد کسایی که سازمانی نباشن. کسی که خودش خیلی صریح میگه کسایی که سازمانی هستن هر کس به هر نحوی به سازمان مجاهدین کمک بکنه این محاربه. اینم دیگه اصلا هیچ چیزی هیچ باقی نذاشته، اصلا دیگه سنگ و چوب هم بر بقیه گفته، اونا سنگ و چوب هم لازم نیست. بعد ضمناً اون زمان که این حرف داره میزنه ابراهیم رئیسی نفر دوم قوه قضایی است، یعنی در موضع پست کسی که داره مجازات میکنه و دادگاه ها تحت نظرش داره انجام کاراشو انجام میدن و جنایت میکنن، داره این حرف میزنه. یا آدمی است که داره اظهار نظر میکنه، نفر دوم قوه قضاییه نظام آخوندیه. بنابراین حرفاش کاملا حرفای اجراییه و نه حرفای صرفا یا آخوندی نیست که حرف بزنه همینجوری. و بنابراین داره در واقع خط جنایت میده در مورد دستگیر شدگان تظاهرات هم که تاکید میشه. بله، بسیار ممنونم. دوستمون آقای سعید ناصری از آلمان همراه ما هستن، سلام عرض میکنم خدمتشون، بفرمایید. با سلام خدمت بردم اصول مجری محترم، قربون شما، همچنان مهمانان گرانقدرتون برادر حبیب، برادر سنا،
سلام به شما مخلصیم. و سلام و درود به کنونه قهرمان شورشی که با جنگ صد برابرشون آتش به جان رژیم آخوندی انداختن و خواب از چشمای آنها گرفتن. و درود به روان پاک شورشی قهرمان برادر مجاهد سید حسین سیدی. اگر اجازه بفرمایید من میخوام یه سوال از مسئولین سازمان ملل و دولت سوئیس داشته باشم. در حالی که رژیم آخوندی 70 بار در کمیسیون مجمع در کمیسیون حقوق بشر رژیم رو به خاطر نقص فاحش حقوق بشر محکوم کرده، در حالی که رکورددار اعدام خصوصا در 2 ماه اخیر میباشه، در حالی که فقط ظرف کمتر از 2 ماه در سال 1367 بیش از 30,000 نفر از زندانیان سیاسی رو قتل عام کرده، در حالی که در سال 1401 بیش از 750 نفر رو کشته و 400 نفر رو با شلیک فاصله نزدیک به صورتشون نابینا کرده و بیش از 30,000 نفر را دستگیر کرده و در آبان 98، البته باید جلوتر بهش می پرداختم، در آبان 98 در فاصله 3 روز بیش از 1,500 نفر را کشته و با سیاست‌های سرکوبگرانش عامل اصلی مهاجرت میلیون‌ها ایرانی و پناهنده شدن آنها در کشورهای مختلف دنیا شده و همچنین مردم منطقه سوریه و عراق رو در ابعاد میلیونی آواره کرده، دعوت کردن از سردمداران رژیم چه دلیلی داره، چه معنایی داره؟ شرم بر سیاست مماشات. و این بار رئیسی جمهور جنایتکارترین رژیم دنیا رو دعوت میکنه به مجمع پناهندگان سازمان ملل که خودش از عوامل اصلی قتل عام سال 67 بوده. در زمان ریاست قوه قضاییه فاجعه آبان 98 رو داشته و در سال 1401 در قیام 1401 رئیس جمهور رژیم آخوندی بوده، به طور مستقیم تو این جنایت ها دست داشته. این دعوتش واقعا شرم‌آور رو به هیچ جوری نمیشه تعبیرش کرد، معنیش کرد. البته جواب این سوال رو مردم ایران میدونن. سیاست متعفن و شکست خورده مماشات میباشه و از اونجایی که رژیم خود مشکله نه بخشی از راه حل، دعوت به این مجامع هیچ معنی نداره. ولی علی‌رغم پیشبستن مجامع بین‌المللی و دولت‌های غربی، مردم ایران پاسخ روشنی به این سوال دادن و توسط مردم و مقاومت ایران و کانون‌های قهرمان شورشی با جنگ صد برابر سرنگونی رژیم رو برای پاسخ به تمامی این مسائل در نظر دارن و اونو